اعتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی در تجاوز به یمن به نقض حقوق کودکان یمنی متهم شد. دو سازمان بین المللی مدافع حقوق کودکان اعتلاف علیه یمن به رهبری عربستان را به پایمال کردن حقوق کودکان در یمن متهم کردند. سازمان نجات کودکان و مؤسسه فهرست نظارتی کودکان در درگیری مسلحانه در نامه مشترک به آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل از وی خواستند تا اعتلاف علیه یمن به رهبری عربستان سعودی را در فهرست پایمال کنندگان حقوق کودکان در عملیات مسلحانه درج کند. این فهرست شامل اسامی دولت ها و گروه های مسلح است که در جریان درگیری های مسلحانه حقوق کودکان را نادیده می گیرند. در گزارش مؤسسه ی فهرست نظارتی کودکان در درگیری مسلحانه طرف های درگیری در یمن دست کم در 160 حمله آسیب جدی به تأسیسات و پرسنل پزشکی و اماکن آموزشی وارد کردند و طی دو سال گذشته با حمله به مراکز غیر نظامی باعث جان باختن کودکان شدند در گزارش مشترک این دو سازمان همچنین از کشورهای عضو سازمان ملل خواسته شده تا از فروش و انتقال تسلیحات به طرفهای درگیر در یمن به خصوص کشورهای عضو ائتلاف از زمان آغاز عملیات ائتلاف در یمن دولت‌های فروشنده سلاح به عربستان تحت فشار قرار داشتند تا تحویل تسلیحات به این کشورها تا پایان جنگ متوقف کنند به خصوص در انگلیس و کانادا نه تنها نهادهای مدنی و حقوق بشری بلکه برخی از سیاستمداران نیز این درخواست را مطرح کردند گفتنی است در سال گذشته میلادی بانکیمون دبیر کل وقت سازمان ملل بر اساس گزارش های حاکی از جانباختن کودکان در جریان حملات هوایی اعتلاف در یمن تنها برای مدتی کوتاه نام این اطلاف را در فهرست پایمال کنندگان حقوق کودکان قرار داد اما اعتراض و تهدید عربستان سعودی باعث شد تا نظر خود را تغییر دهد.